مرکز همایش های بین المللی و نمایشگاه های دائمی شهر سبز رامسر. بابک جهانبخش مثل همیشه پر انرژی روی صحنه داره اجرا میکنه. گزارش تصویری این اجرا و گپ و گفت خودمونیمون هنوز ادامه داره. همراهمون باشید. اسمی رو دیدم که خیلی شما رو اونجوری که نوشته بودن توی سایت‌های مختلف توی منابعی که بود خیلی ترغیبتون کرد به خوندن. مجتبی میرزاده. ببینید آقای میرزاده در واقع حالا اینو یه خورده اشتباه تو سایت‌ها نوشتن. استاد عزیزم بودن، ایشون اصلا یک نوازنده، یک آهنگساز فوق‌العاده و نوازنده بی‌نظیر سازهای زهی و بسیار بسیار هنرمند بودن. اصلا من در جایگاهی نیستم بخوام در مورد هنر ایشون صحبت بکنم، ولی نه من در واقع شروع کارم به این شکل بود که من موسیقی رو کار میکردم، خوندن و در یعنی اصلا خوندن رو بهش علاقه پیدا کرده بودم. یک دوست بسیار عزیزی دارم، امیر مسعود میردامادی، که یک سری از ترانه هام هم گفته و پدر محترم ایشون دوست بچگی من بودن. ما خونه ایشون رفت آمد داشتیم. پدرشون خیلی اتفاقی آهنگساز بودن، آهنگساز بسیار بسیار خوب و درجه یکی که از گذشته در زمان گذشته کار میکردن و بعد هم آهنگساز صدا و سیما بودن، جناب آقای مسعود میردامادی، خدا رحمتشون کنه. ایشون از صدای من خوششون اومد و در واقع ایشون منو تو این مسیر درست قرار دادن. بسیار دلسوز، بسیار مهربان، واقعا رفتار پدرانشون خدا رحمتشون کنه خیلی بر من عزیزن و همیشه ازشون یاد خواهم کرد و بر من که زندم 16 سالگی مجوزی داده نمیشد. من خاطرم هست که من 15 سالم 16 دبیرستان میرفتم و اینکه آقای معلم اون موقع مدیریت بخش حفظ و احیای موسیقی صدا و سیما رو به عهده داشتن که اصلا شورایی بود، آقای فریدون شهبازیان، آقای میرزاده، خیلی شورای قوی داشت صدا و سیما. زمانی که آهنگسازی کردم، شروع کردم آهنگسازی کردم برای خواننده هایی که مطرح نبودن ولی خب مثلا خواننده های خوبی بودن، جوان بودن و اینا، اومدم من کار گرفتم. موقعی که من اتود این کارا رو میخوندم توی استودیو، خیلی جالب بود، آقای رحیم شبخیز که یکی از صدا بردارهای بسیار خوب ما هستن و از صدا بردارهای قدیمی، ایشون زمانی که صدای منو شنیدن گفتن تو چرا خودت دنبال خوانندگی نمیری، چرا پیگیر نمیشی؟
و من اون مسئله رو توضیح دادم و اینا گفتن نه برو. من رفتم امتحان دادم، تست دادم و اون موقع هم همینطوری نبود همینطوری خواننده بشی یا باید دوره‌های سولفژ رو میدیدی امتحان میگرفتن. آقای من پیش استاد مرتضی دلشب دوره‌های سولفژ هم رو تکمیل کردم و بعد زنده یاد استاد محمد نوری در واقع تست رو میگرفتن و عزیزای دیگه که توی شورا بودن. خیلی فضا با الان متفاوت بود و ما اون موقع فکر میکردیم اسمش سختگیریه، ولی من امروز میگم که همه اونها کمک کرد که یک نسل خوبی وارد موسیقی بشه. آقای جوانبخت، شما یه تعداد آهنگ داشتید که یهو گل کرد، یهو زیاد شد. قبل از اینکه شاید همه ما با اسم خواننده آشنا بشیم، اول ترک رو میشنیدیم و دوست داشتیمشون، بعد میرفتیم سرچ میکردیم که ببینیم اسم خواننده چیه. بعدها دیگه خب بابک جهانبخش یک اسم درخشان توی موسیقی پاپ ما شد. مثل چی شده؟ درسته. چرا اونا رو کمتر میخونید تو کنسرتاتون؟ ما حتما پیگیر در واقع این اتفاق میشیم که دوباره کارهای قدیمی رو بخونیم، ولی یه مبحثی وجود داره. زمانی که چی شده منتشر شد خیلی اتفاقای خوبی افتاد، آهنگ تازگی ها اومد، فکرشو کن اومد و من خب یک مدتی در واقع نمیتونستم فعالیت بکنم، بنا به دلایلی که خیلی از دوستای ما اون زمان تو یک برهه‌ای در واقع یک ممنوعیت کاری برشون وجود داشت که بعداً حل شد به لطف خدا. ولی اتفاق اصلیه بعد از اینکه اون جریان به وجود اومد، من خب چند سال یه مقدار باعث افت همه هنرمندایی که تو زمان در واقع رشد کردن شد اون اتفاق ممنوعیته. بعد که دوباره ما اومدیم در واقع شروع کردیم با آلبوم زندگی من بود و که دوباره با آهنگ دوست دارم فکر میکنم یه موج جدیدی را افتاد، با آلبوم من و بارون که دیگه کلن یه اتفاق خیلی خیلی خوب افتاد، چون از آلبوم من و بارون بیشتر عزیزان با من آشنا شدن، به خاطر هم بیشتر از اون زمان به بعد رو میخونیم. آرتا توی زندگی هنری بابک جهانبخش چقدر تأثیر داشته؟ خیلی. آرتا واقعا برکت زندگی من بوده و من همیشه خدا رو شکر میکنم به خاطر داشتن آرتا. منظومه احساس شمایید. همه با هم بخونیم. صدای شما قشنگ‌تره. من فقط برای مردم خوبم آرامش، آسایش و عشق و محبت رو آرزو میکنم. دوستتون دارم، به خدای بزرگ میسپارم اتون. زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاد، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدال ترین خوابی که بیده